دانش شهریگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. دیگر آثار جنجالی و روشنگر سیاوش اوستا که تنها تیتر آنها برخوردار از پیام‌های گرایانه عنصر ایرانی است. پرشیا 7000 years of civilization. کتابی در معرفی فرهنگ ایران که اندیشمندان و سیاستمداران بزرگ جهان آن را ستودند. روزی دو که مهلت است، میخور می ناب، کین عمر دو روز بر نگردد. دریاب دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. چاپ چهارم آیین اوستا، جهان آریایی با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن با افزوده‌های بسیار به بازار آمد. 70مین اثر سیاوش اوستا، یکی از پرکارترین نویسندگان سرزمین ما و پیشگام روشنگری و خردورزی و خرافه ستیزی. برای چاپ جدید آیین اوستا 18 نفر از فرهیختگان و اندیشمندان جهان آریایی پیش درآمد نوشتند. در چاپ تازه آیین اوستا متن کامل گاتاهای زرتشت نیز آمده است. در بخشی از آیین اوستا 14 نیایش اوستایی با نگارش شیوا و دلنشین برای پیوند ما با اهورامزدا، خداوند دانایی و توانایی به چشم می‌خورد. اندیشمندان جهان درباره زرتشت چه می‌گویند؟ برگرفته‌های آیین‌های دیگر جهان از اوستا. ساختن دانشکده پزشکی ایرانی در مصر. درود عزیزان من، می‌خوام امروز ببینیم ما آریایی هستیم، تازی نمی‌پرستیم یعنی چی؟ و میخوام قاطع همین ابتدا خدمت شما عرض کنم عزیزان من که 1400 سال ما بدبخت بیچاره هستیم و تا میالان دارن به ما تجاوز میکنن، میکشن ما رو، همینه که میدونی دیگه. نه تو خونه خودمون و عربی که سیدایی که بنی هاشمی که از عربستان سعودی اومدن دارن ترتیب مال میدن 1400 ساله. امروز گوش کنین چند تیکه که من یه دقیقه براتون میذارم، پخش کنید، به همه هم بگید، به همه هم برسونید. اگر آدم نشیم، شعور پیدا نکنیم و اینایی که من بهتون میگم عملی نکنیم، 1400 سال دیگه هم همینجور هست خواهید موند. ما امید میدیم گاهی از اوقات، ولی امید دادن حرکت از شما میخواد، حرکت نباشه این میمونه. گوش کنید خوب همرو. ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم یعنی چی؟ یعنی این که بچه دیگه الان ثابت شده، برنامه بلند ما رو گوش کنید، بشنوید، ببینید، کتاب ها رو بخونید، کتاب هایی که نوشتیم بخونید، تو این 40 سال دیگه رو نوشتم بخونید. اسلام ساخته میشه فقط به خاطر اینکه یک عده پا برهنه رو کاری کنن که به ایران حمله کنن. سوره روم از آیه 1-5 داره شرح میده. الله بت قریش هست، الهه، الف و لام حرف تعریف گرفته شده الله، در زبان عرب رب میشه، پس رب میشه خدا، رب میشه خدا، الله یعنی بت بزرگ. هر جا در قرآن الله به کار برده شده و تو به کار میبری اسم داشتم، یعنی بت قریش، بت خاندان محمد پیامبر اسلام. ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم نیست، ای باغ و گل و لاله و سرو و سمن من، تو هست که نار تو پر از
از لشکر دشمن تو هست که نار تو پر از لشکر دشمن هرگز نشود خالی از دل مهن من مهن من درد و دریغا که چنان گشتی بی من درد و دریغا وطن من وطن من من. ایران آزاد نمیشه تا موقعی که شما نفهمید الله خدای ایران نیست. ایران آزاد نمیشه تا اینکه نفهمی تو که سید اولاد پیغمبر برای تو مقدس نیست، دشمنان تو هستن که اونجا حمله کردن به خواهر و مادر تو، تجاوز کردن، حالا برای تو شدن مقدس. اولاد پیغمبر برای عرب هاییست که پا برهنه گرسنه بچه‌هاشون رو زنده به گور میکردن، اینا حمله کردن به تمدن های بزرگ، عزت گرفتن، مال اونا هست، بدبخت. تو تا این رو نفهمی و صبح تا شب بگی سید اولاد پیغمبر، سید اولاد پیغمبر و مقدس باشه برات، بدبختی. مقدس فقط انسان هست در نگاه ما، در نگاه اوستایی، ایرانی، زرتشتی، آیین، ندین. فقط مقدس خود انسانه، هیچ چیزی مقدس نیست. تو تا اینو نفهمی که مقدس یعنی چی، کی مقدسه، بدبختی، بیچاره. تا موقعی که تو نفهمی اینو، خوب گوش کنید، تا موقعی که تو نفهمی اینو که اگر گریه میکنی، عزاداری میکنی، به سر و صورتت میزنی برای حسن، محمد، علی، ابوالفضل، کاظم، رضا، اینها این کارا رو میکنی، داری برای اجداد و نیاکان خمینی، حسن نصرالله، خامنه ای داری گریه و زاری میکنی و نیکا، رهنورد، محسن شکاری، کاووسی فر، سیاوش در خون، یعقوب لیث، نادرشاه، رضاشاه، محمد رضاشاه، کوروش، داریوش، اینا را اگه فراموش کردی داری برای اونا گریه میکنی، بدبختی. ایران آزاد نمیشه. حسین تو سیاوشه، حسین تو زینب تو نیکاست، نیکا شاکرمیاست که هزاران هزار رو توی سالا تجاوز و کشتن. تو همین 40 سال چقدر بچه ما رو کشتن؟ وقت پدر مادرهای خر مقدسی که تازیا براشون مقدس است، اسم بچه خودشون رو نمیارن. چرا؟ چون به خاطر بیسوادی و ناآگاهی فکر میکنن علی محمد حسین خمینی خامنه‌ای اینا مقدس بودن، بچهشون رو کشتن، اب نداره، مقدس بودن، شهید شدن، حالا اگر فلان بوده. اینو باید از کله مردم در بیارید. اینی که امروزه شما میبینید بچه ها به پدر، مادر، اجداد، نیاکان تازی پرست خودشون کافر شدن، این کار بسیار خوبیه. نه نه، بابایی که عامل بدبختی ما بوده هزاران سال، حالا صدها سال، 1400 سال، سجاده و در نهایت جهل و نادانی این افکار تازی رو رونق داده، اینا رو بندازید کنار. جانماز مادر بزرگ و این مزخرفات بندازید کنار. عید تو بدبخت بیچاره، مهرگان، یلدا، نوروز، عید تو ایناست. مهرگان رو بزرگ بدار. عید تو عیدای باستانی است که توی سالا معرفی کردیم. بدبخت روزی که میلیون ها گوسفند رو قربانی میکنن، میکشن، خون میریزن به زمین، عید قربان عید توه.
روزی که پیامبر اسلام میاد میگه من کنت و مولا فهاز و علی و مولا، وارث برای خودش انتخاب میکنه. او عید توی بدبخت بیچاره که همون وارثا حمله میکنن مملکت تو. تا الان که من دارم باید صحبت میکنم بدبخت اونه داغون کرده وقت تو عیده، عید قدیره بیچاره، زایش اونا عیده، ولی زایش بچه هایی که قربانی شدن، شخصیت هایی که کشته شدن برای یعقوب لیث میشناسی تو؟ میدونی کجا خاکه؟ کاوه آهنگر میشناسی؟ نادرشاه رو میری سر خاکش؟ تا اینگونه فکر کنید ایران آزاد نمیشه. ایران آزاد نمیشه تا اینکه تو مامانت خودت چلو کبابی غذا پخته داری میخوری، وقتی که کوفت و زهرمارمون میکنیم تموم میشه الحمدلله رب العالمین الحمدلله. بابا به الله بت بزرگ قریش محمد چه ربطی داره اگه تو یه غذای خوب خوردی؟ بگو آقای آشپز سپاس، مادر بزرگ سپاس، این غذای خوب پختی، زن من شوهر من سپاس این غذا رو پختی، الحمدلله. آقا انشالله. اینا بدبخت ها، اینا رو باید از ذهنتون دور کنید. عامل بدبختی 1400 ساله همین است. یارو میگه فردا ما قرار داره میخوای بریم فلان جا، خیلی کار مهمی هست، انشالله سر قرار میاد. انشالله یعنی چی؟ ساعت اکت کوک کن سر صبح بیدار شد خبر مرگت، برو حالا اکت رو افتادی مردی خوبه به درک. انشالله یعنی چی؟ انشالله یعنی اگر خواست بوت محمد، بوت قبیله محمد اگر خواست، اله که علی فلان گرفت طرف تعریف شده، اگر اون خواست من میرم کار میکنم، اگر اون خواست من میشم با زنم بله، اگر اون خواست من بر پسرم کار میکنم. تو باید بخوای، تو باید بخوای و حتما بایستی بخوای. یادتون نره در دنیا هر چی تو ذهنت بیاد تو میتونی عملیش کنی. میخوای میلیونر بشی، تو ذهنت میاد که میخوای میلیونر بشی، میتونی بشی، باید بلند شی از جات، باید تلاش کنی میلیونر میشی. ولی میگه انشالله انشالله انشالله، خب نمیشه هیچ وقت انشالله. آقا نشه، خدا نخواست دیگه. بیچاره خدا توی میلیاردها سیاره و گالکسی و اینایی که وجود داره تو چه میدونی اصلا خدا یعنی چی؟ تو ذره هست ذره هم بزن مایت توی بعد با خودت باید باشی. تا این فرهنگ انشالله الحمدلله ماشالله یارو چه خوشگله به بت قریش تعریف و تمجید میکنه، به بت قریش الله چه ربطی داره یه دختر خوشگله یه پسر خوشدیپه یه خونه یکی قشنگه؟ ماشالله یعنی چی؟ بگو درود بر این زیبایی، با مهر یزدان پاک، با مهر یزدان پاک سپاس، سپاس یزدان پاک را. یزدان میدونی که عقل و توانایی، عقل دانش و توانایی، قدرت رسیدن به آرزوها، رسیدن به آرزوها اهورا مزدا. شک و شبه و اینا نداره، انشالله نداره، نه انشاء انت و انشاء انا یعنی اگر من بخوام، اگر تو بخوای، همه چیز شدنیست. تا اینا رو نفهمید بچه ها ایران آزاد نمیشه. تا نفهمید که السلام علیکم، خود عرب میگه مرحبا، نمیگه السلام علیکم، سلام نمیگه، خودش میگه مرحبا، کیف حالک، اهلا و سهلا، صحتک بخیر، اینجوری حرف میزنن. وقتی تو میگی السلام علیکم، یعنی اون روز اولی که عرب ها به ما حمله کرده بودن تو خیابون شما رو میدیدن، تو باید میگفتی من دستم بالا تسلیمم بابا، نکشتی منو، السلام علیکم، تسلیم شما هستم، سلام. خب وقتی تسلیم هستم یعنی چی؟ یعنی اگه زنم مردم پولی ثروتی دارم مال تو، تو خونم بیا گوسفند میخوای هرچی میخوای برده برده مال تو، چون من درجه دوم، من
موالیم من بردم. برید ببینید الان دارن ناخونده چون توی ایران میگن برای شما میشین اونها رو پخش میکنی. سلام که میگی خب اگه پول اینا نداری زنی حتی پسری غلام بچه میشی، یعنی باید بیان باید بخوابن. حالا تو میگی تجاوز. اون موقع که یادم یارو میگفت یارو سید اولاد به خدا قسم اون قدیما میگفت یارو سید بود دیگه. حالا یارو شما بوده بود توی دلن سید علی، سید حسین، سید عبدالله، سید یعنی آقا به زبان عرب. به جایی که میگن حسن آقا میگن سید حسن. عجب دنیایی بوده. آدمشیم تا اینها نشه اون نمیشه بچه. نکته دیگه خیلی مهمه بچه ها، ببینید روحانیت شیعه رو انگلیس ساخته، در این باره ما نوشتیم، برید بخونید، مطالعه کنید، تحقیق کنید. اصلا روحانیت در تاریخ اسلام وجود نداشته. یکی یک. دو، این القاب را هم در کتاب من با خدا رقصیدم من نوشتم که از زمان مشروطیت بود که باز انگلیس ها آیت الله، حجت اسلام، سقط الاسلام اینا رو وارد ایران کردن. اما اینو چرته. تمام آینی که عزاداریست برای حسین و کتل و متل و علم و اینا و زنجیر میزنن همه اینا آین کلیساست. اینها در سوک، ما در سوک سیاوش چیزایی داشتیم نمیخوام اونم بگم بهتون، ولی اینا در سوک عیسی مسیح که میگفتن یهودی ها کشتنش این زنجیر میزدن فلان میکردن، همه اینا مال اوناست. همه اینا رو انگلیس وارد ایران کرده به ویژه از زمان صفوی. قبل از صفوی هم چون خود اسلام رو انگلیس ساخته. انگلیس کی بوده؟ روم. بدبخت روم که میگیم یه اتحادیه اروپای کنونی. روم که میگیم که اسلام رو ساخته، تو سوره روم قرآن میگه خواهر شما رو سرویس میکنیم ما، الله میاد دهن همه ایرانی ها رو نابودتون میکنیم. تو بخون بدبخت. عصبانیت نیست، باید اینجوری گفت تا بفهمی، تا تو ذهنت نقش ببنده، تا توی رو منتقل کنی به دیگری. خب اینا همه اینا خب اینا نساختن این دکونه رو و اینا دلشون میخواد تو خر باشی. هرچه تو خرتر باشی بهتره. پس لذا این نکته رو خوب گوش کنید. اگر میخوای خر نباشی به هیچ عنوان هیچ آخوند و شیخ و ملایی رو، اونی که الحمد میگه حتی لباس شخصی کچلوار کروات داره میاد از الحمد و شکر و اسلام و مسلم اینا میگه، تو نباید بهش گوش کنی، نباید بهش نگاه کنی، چه برسی بیای تبلیغش رو بکنی. آقای آخونده دیدی چه جوک خوشگلی تعریف میکنه آخونده. آخه اینا مگه نمیدونن اینا اخیرا همشون رفتن درس تئاتر و سینمایی گرفتن که این خطبه که میخونن، سخنرانی که میکنن، تو مساجد موعظه که میکنن، جوک تعریف میکنن، حرفای سکسی میزنه، میگه چجوری بخوابی با زنت، کی بخوابی، چجوری بخونی، اینا همه این جوک میگه، جوکای درجه. اینا میگن که تو رو خرت کنن و تو هم خر میشی. سرویس های اطلاعاتی اینا رو پست میکنن، این پست ها صبح تا شب شما راحت میکنید. اگر میخوای ایران آزاد بشه، در پی آنچه گفتیم همه برنامه ها رو گوش کنید، خصوصا این یه دقیقه براتون کردیم راحت بشه. اگه میخوای ایران آزاد بشه باید اصلا به روحانیت بها ندی. روحانیت خوب اصلا ما نداریم، آخوند خوب اصلا نداریم. آخوند خوب آخوندی که سرش بریده بشه، چوب تناب دار چراغ بر. آخوند خوب علامه طباطبایی‌ست که بیاد بگه علنا کیش مهمان منه. آخوند خوب آیت الله جزایری است که بیاد بگه عرب شاش شطور میخورد نه که شیر شطور. برو گوش کن. آخوند خوب لاهوتیست که اینا زدن کشتنش. آخوند خوب گودرزیست که کشت و کشته شد. آخوند خوب نیکنام هست کشتنش دو هفته پیش. آخوند خوب اون کسیست که میاد به جنگ این روحانیت پرید. آخوند خوب اون کسیست که میاد میگه کل این تشکیلات رو انگلیس ها ساخت. فرزند آیت الله خویی اومدی رو گفت پخش کردی. آقا خودشون دیگه ای آخوند دیگه مصلحی وزیر اطلاعاتشون بوده، خودش اومد گفت قوی ترین حزبی که الان در ایران داره حکومت میکنه جبهه پایداریست. قبلا اسمی بود انجمن حجتیه و مهدویه.
آخوندی و حلبی و عابدزاده بودن رئیسش، بعد مصباح یزدی شد رئیسش و تمام این جریان تشکیلات، حتی مجتبی خامنه‌ای شاگرد مصباح یزدی بوده. الان نیمه بیشتر از ایران زیر پوشش انجمن حجتی همون جبهه پایداری است. همه اینه که شما تو مجلس میبینین میگه آقا پونس باید بزنین، آقا نماز رو ما میخوایم، وزیر آموزش پرورشه میگه نماز رو ما میخوایم، اینا رو باید بزنید. و بدونید اینا همه مزدوران بیگانه هستن که میخوان ایرانی رو خر نگه دارن. خر نگه داشتن کار استعمار نو انگلیس جهان سرمایه داری است. ولی از اون طرف ما تو غرب هم تشکیلات و سازمان ها و کشورهایی داریم که دانش رو پخش میکنن. همین دانشی که تو جهان پخش کردن، اینترنت و وایرلس و این ماهواره و اینا سالها بود همه ازش استفاده میکردن. زمان تسلا اینا بود، اینا تسلا هم برای آفرید تکسترا که فرازمینی بود اومد، اونو میگم آقای نیکولا تسلا برو بخونید، اینا همه بود، وجود داشت. ولی اون آدمای برتری که توی کره زمین هستن که همیشه چیزای خوب میمیاره به شما میده، اینا آوردن به شما دادن، عمومیش کردن. شما این دانش رو باید پخش کنید، این دانش رو باید پخش کنید. کسی که دانش رو پخش کنید، نه که اونایی که میرن مرتب از خرافات و نماز و گریه و زاری و صلوات بفرستن، همه اونایی که حرفا میزنن همشون از دم، بعد پشتش همه ضد ایرانی، تبهکار و دشمن ما هستن و با بیگانی سر کار دارن. بعد اینا برای که منو تو رو خر بکنن شعارهای سوسیالیستی، کمونیستی، مارکسیستی، برابر طلبی اینا میدن از این شعارها. آقا توحیدستان را شما حقوق اونها را فرام. ولی ببین یارو چی، اگه ریش داره پیشانیش مینه بزنه، اگه تبلیغ خرافات رو میکنه به جای تبلیغ علم، بدون دشمن توست بایستی ترتیب شده به هیچ عنوان تبلیغ آخوند و شیخ و ملا هر کی میخواد باشه نکنید. به هیچ عنوان واژه های تازی عربی اسلامی رو به کار نبرید. نگید الحمدلله، انشاءالله، سبحان الله، سلام علیکم، سلام لش کرده بازید. سلام 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 یعنی من در خدمت تو، بیا ترتیب من بده. سلام یعنی استادای بزرگ اینا رو گفتن، تایید کردن، برید بخونید، مطالعه کنید. در طی اتفاقی نادر پس از رویت همای سعادت و بز اروندان، این بار طاووس سیاه اصیل ایرانی نمایان شد. طاووس سیاه در فرهنگ ایران جایگاه میگه عمر خیامه، میگه ای آنکه گزیده ای تو دین زرتشت، اسلام فکنده ای تمام مزپس و پشت، رو گوشه ای نشین خیام، که این دراکولاها، فقها، آخوندها، تازیها، بنی هاشم خواهندت خورد. البته میدونید که چون بایستی با زمان پیشرفت، من نظریه های نوینی در رابطه با بسیاری از مسائل داده، از جمله این که میگم آیین زرتشت، نمیگم دین زرتشت. و به ویژه این که بر این باوریم که زرتشت آیین آورده که همینجا بهشت رو بسازه. دین به معنای پایبند شدن و دوگم بودن و ایستایی در عقیده نیست. از همون قدیم من نوشتم که اجتهاد یعنی نوپردازی در اندیشه، یعنی دکترا گرفتن، و فقاهت ایستایی در عقیده، عقیده و اندیشه اونجا ایستایی است، اینجا نو پردازی، سر روز با زمان پیش میرد. حالا خیلی جالبه اینو بدونید که از جمله مواردی که من مطرح کردم و این نگرش سیاوش اوستاست به زرتشت و هستی، این دوالیته زرتشت هست، این دوگانگی در هستی، دوگانگی قدرت. یعنی ما بر این باور نیستیم که اهورامزدا اهریمن را آفریده، مثل اینکه الله ابلیس رو بهش میگه به سجده کن، نمیکنه، میگه برو گم شو و و و. نه، ما این دو پدیده رو، این دو قدرت رو در هستی جدای از هم میدونیم و هرگز بر این باور نیستیم که اهورامزدا برای انسان بدی، تله و امتحان کردن بخواد بیافرینه، زیرا او همه چیز را میداند، آگاه هست و نیازی نیست امتحان کنه، آزمایش بگیره از انسان. بنده شه، بنده یعنی چی؟ یعنی آفریده شه، یعنی
اون میدونه که این چه میکنه چه نمیکنه. مثل اینکه شما وقتی چیزی رو میآفرینی میدونی چیکار میکنه چیکار نمیکنه. حالا دوگانگی در قدرت هستی و اینکه اینها از هم جدا هستن، نور از تاریکی، سپیدی از سیاهی، بایی که توامان هستن، یه فلسفه خاصی داری که در این رابطه بسیار صحبت کردم و برنامه ما هست، میتونید برید از طریق همین سایتمون ببینید. حالا جالب اینو به اطلاعاتون برسونم که جهان، جهان ارتباطات هست که تو هر چه میزنه اگه به اون زبان ننوشته باشی ترجمه میشه، گفته میشه، مطرح میشه. و به ویژه این گستردگی تلاش های مهربانیاران ایرانی آریایی در سراسر جهان که ما آریایی هستیم، ما دیگه مسلمان نیستیم و غیره و غیره، به گونه است که ما هر روز یک گل شکفته هایی در جهان میبینیم از اندیشه ها و باورها یه آریایی ایرانی اوستایی. پریروز یکی از بچه ها، یه بچه خردسال 11 سالشه، آریا جردن 11 سالشه، بر من یهو اومد گفت واسه داشتم کار میکنم، گفت واسه یهو تک زد روی چیزش فیلمی رو من نشون دیدم، یه پسر بچه ای که شلون هست، یانگ شلون، اکثر شما این سریال رو میبینین، تا حالا 141 در امریکا ساخته شده از این سریال و مواردی بسیار مهمی داره، از جمله که شلون به مامانش میگه میدونی که زرتشت به دو تا قدرت در هستی باور داشت. بعد مامانش میگه نه دختر پسرم، ما یه قدرتی هستیم. و میگه آره اون یکتاییست، مونوتئیست، ولی این مونوتئیست یه چیز دیگه است، بیا بخون. و این آخری خیلی جالبه. Bien sûr, mais c'est très important et même essentiel que tu saches qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. C'est ce qu'on appelle le monothéisme. J'ai un bouquin là-dessus si ça t'intéresse. به ویژه که مورگان فریمن رو میدونید که زرتشتی شده. مورگان فریمن هنرمند بزرگ امریکایی و در این رابطه صحبتی زیادی کرده، تبلیغات زیادی کرده. اینه که باور تو امروز در جهان حاکمه عزیز من. همینشون یادتون نره هفته پیش چیز آقای موشک آقای ایلون ماسک رفته بود به فضا، برای نخستین بار برگشت و این پیشرانش رو، یعنی اون که جلوش پیشه خیلی هم بزرگ دیدید، ما خودمون اونجا پخش کردیم هفته گذشته، این پیشرانش رو تونست بازیابی کنه، یعنی بگیره که بعداً ازش استفاده کنه، مثل سابق نباشه که نابود میشه. مشخصاً همین رم باز توی همین سریال تلویزیونی یانگ شلدون، سناریست می‌نویسه، کارگردان کارگردانی می‌کنه، اکیپ می‌سازن فیلمو، بعد از زبان همین بچه خردسال، این بچه خردسال میگه مامان من می‌خوام به ایلون ماسک بنویسم بگم که ایلون ماسک تو چرا این کارو نمی‌کنی که بره دیگه برنگرده، حتی جایی که می‌تونی چیزاشو بازیابی کن، ما به فرانسه می‌گیم ریکوپره، بازیابی کن و ازش استفاده کن. و جالبه تو همون باز شماره این سریال یانگ شلدون نشون میده ایلون ماسک رو که این نامه بچه رسیده دستش، نگاهش میکنه و میبینیم عملیش میکنه. اینه که اینو اندیشه اوستایی و که بر پایه خرد و دانش و هستی رو بهشت آفریدن هست عزیزان من، خوشبختانه امروز جهانگیر شده. هرچند که در داخل کشور نیز عمومیت پیدا کرده توسط نسل نو و جوان، و فقط مونده که پیرپاتال ها پیرو و همین فرزندان خودشون بشن که این سمبولیکه این قضیه. و از اینجور چیز میزان نترسید که اگر نکنید خب مسلم بلا هست، ولی بلا رو تا حالا قرنها که نه، هزاران سال اهورامزدا مهر فرهیختگان آریایی، مهر ارتش شاهنشاهی آریای ایرانی که از زمان ایلامیان تا امروز بوده، این رو نگه داشته. وگرنه شما در نظر بگیرید همین موردی که میخوام امروز با آگاهیتون برسونم، این آقای رستمی یکی از آدمای حساس رژیم و نیروهای نظامی هست. ببینید اطلاعاتی که به شما میده در این چند دقیقه خیلی مهم اطلاعات، تا حالا هیچ کدوم از اینا این حرف رو نزدن. این مشخصا اسرار پشت برداری که میگه، و بعد تأکید میکنه که این ها نیابتی ها نوچه های ما هستن،
نوچه، وقتی واژه نوچه رو برای اوور به کار میبره برای خودش هم هست دیگه، خودش هم میگه اینا نوچه های ما هست، ما از اینا سوء استفاده میکنیم، استفاده میکنیم برای پیشبرد اهداف خودمون. این پیشبرد اهداف که نباید دین بنی هاشم تازیان باشه که خون و جنگ و کشتار باشه و یک سرزمینی که همیشه مهر و دوستی و آرامش و صلح رو تبلیغ میکرده الان سالها درگیر جنگ باشه، قتل و کشتار و ویرانی و خرابی و پولی که باید خرج این نسل ایران آریایی بشه که بچه ها از ایران فرار نکنن برن استعدادهاشون رو به خارج بفروشن، این داره خرج اون نسل مسئله ها میشه. اینه که این رو که میبینید خیلی مهمه. به واقعا جملات این فرد شما خوب توجه کنید که اطلاعاتی رو میده به پشت پرده که طالبش رو ندارن و واضح میگه آهای برادر افغانی، برادر یمنی، لبنانی، فلانی، شما رو چه که بخوان بریم برای فلسطین دفاع بکنید و فلسطین خودشون به رسمیت شناختن، میشناسن، سالاست دارن کار میکنن، یه بازیه، یه بهانه است که استعمار نو میخواد رقیب خودش، چون تو استعمار هم یادتون نره دوگانگی هست، چندگانگی هست، این استعمار نو که رهبریش با انگلستان هست، فلسطین هم مستعمره اون بوده، این یهودی ها مبارزه مسلحانه کردن 75 سال پیش اونجا رو آزاد کردن از دست انگلیس ها، اینا همچنان میخوان خواب آرام نگذارن برای اونا و از اینها که بنی هاشم هم پیمانان دیروز دیرین اینا هستن سوء استفاده میکنن با پول ما، ثروت ما، خانه ما و غیره. این ببینید، ببین پهپادهای ما بنا به دلایل خاص بودن خودش، چون یه سری ویژگی خاص داره این پهپاد مخصوص از 36، برای همین نه روسیه، خیلی کشورهای دیگه خواهانشن، 20 تا کشور الان خواهان این پهپادا هستن. میخوام یه ربطی به حتی جنگ روسیه با اوکراین هم نداره. خب الان خود چین یکی از درخواست کننده هاست، یعنی 15,000 تا از این پهپادا رو از ما خواسته. چرا؟ چون این پهپاد یه به اصطلاح ویژگی خاصی داره. یکیش اینه که ارزونه. این توی جنگ یکی چیزی که پدر یک کشور در میاره بحث به اصطلاح هزینه هاست. بله. شما فکر کن یه موشک شلیک می‌کنی مثلا 200 میلیون دلاره. خب یه موشک شلیک 200 میلیون دلاره. ولی بس برسر اینه که قیمت هر پهپاد ایرانی چقدر در میاد؟ ببین هولوش 20,000 دلار. این پهپاد 36 اونیه که میگن ارزون قیمته. ببین شما اون قیمتا نگاه کن، اینم حساب بکن. خب ببین ضمن این کار اونو میکنه با این قیمت. بس دومش رادار گریز بودنشه، قابل رهیابی ردگیری بودنشه، نمیشه. شما ببین این همه شلیک شده تا حالا نتونستن یکیش بزنن. یعنی شده که شما شاید تو همین جنگ اوکراین که میگ فدای یه پهپاد 20,000 دلاری شده آخر نتونستن بزنن. به خاطر این نه تنها روسیه، خیلی کشورهای دیگه دنبال خرید این سلاح در واقع میتونم بگم استراتژیکن. سردار به نظرتون عملیات بعدی صادق 3 انجام میشه در آینده؟ اصلا روی شک نکنید. عملیات بعدی صادق 3 بستگی به شرایط داره. ببینید ما در واقع عملیاتمون بازدارنده است و عملیات ما انتقامیه. در واقع ما هنوز وارد آفن نشدیم با رژیم صهیونیستی. دلیل داره، شاید خیلی هم مثلا سوال کنن چرا ما مستقیم وارد جنگ با رژیم صهیونیستی نمیشیم. حتی من اعتقاد دارم شدیم، حالا ولی عوامل ماست، یعنی جبهه مقاومت ما هستیم در واقع، اون که خارج از ما نیست که. ولی که بگم مستقیم وارد بشیم، خب اینا من یه جوری عرض کنم خدمتتون که وقتی یک کشوری پشتیبانه، وقتی یک کشوری هدایت میکنه، خودش نمیاد وارد جنگ بشه. ببین شما فکر کنم ما رفتیم با اسرائیل وارد جنگ شدیم و تکلیف نیروهای مقاومت چی میشه؟ یعنی شما خودتو رفتی مقابل سیبل کردی. من به شما میگم زمانی ما مستقیم وارد جنگ با اسرائیل میکنیم، آمریکا مستقیم وارد بشه. الان آمریکا شما میبینید که میگه مستقیم وارد بشه. تایلتون که اتفاق میفته؟ من به نظرم تو آینده با یه اوضاعی داره پیش میره. آره. با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چقدر تاثیر گذاره؟ خب خیلی تاثیر گذاره. ببین الان اگه فرض کنیم آقای ترامپ انتخاب بشه، همون شاید اصلا اسرائیلیا یک دلیلی که هی دارن کش میدن، میگن اسرائیل خیلی واو پرچم بالا کرده بود، یعنی الان شکست رو در واقع پذیرفته. خب ولی یه میخواد کشش بده، چون که الان اگه بخواد عقب نشینی کنه، بخواد صلح بپذیره، یعنی شکست تمامش. این دیگه
اینو شما باید حتما قبول کنید که یکی دلی داره کشش میده و خیلی داره چی میکنه و خیلی هم تحت فشاره، هم از درون خودش. شما فکر کن الان اسرائیل شب و روز ندارن شهرهاش، حتی تل اویو هر شب آژیر خطره، هر شب یه جایش داره خورده میشه. خب این خیلی کار آسون نیست که آدم عقب نشینه. به نظرم که امیداش هم اینه که حالا ترامپی بیاد و فلان بکنه، به نظرم حتی چیزی تغییر نمیکنه. امریکا یا به این راحتی بیگدار به آب نمیزنن که بیان خودشون وارد بشن. من عرض کردم، گفتم اگر امریکایی‌ها مستقیم وارد بشن ما هم مستقیم وارد میشیم. فعلا نوچه آمریکا داره میجنگه، ما هم گروه به اصطلاح نیابتی مون دارن میجنگن و ما داریم پشتیبانی کنیم. شما فکر کنید حزب الله میگه غیر از ما هستیم، حزب الله عراق میگه غیر از ما هستیم، جیش شعبی عراق میگه غیر از ما هستیم، یمن میگه غیر از ما هستیم. الان ما خود اونا میدونن، هم غربی‌ها میدونن، هم امریکا میدونن. ما تو تولیدش الان مشکل نداریم. یعنی کسی که تونسه اورانیوم 60% رو غنی کنه مطمئن باش که بعدیش هم حتما میتونه دیگه. یعنی میخوام بگم تکنولوژیش دیگه تکنولوژی نیست که شما فکر کنی بخوای بهش دستیابی پیدا بکنی. میخوام بگم داری دیگه، در واقع ما فقط نساختیم. اینو میخوام خدمت شما بگم. میخوام بگم تمام اون حدی که الان خود اونا میدونن، اون حدی اورانیوم غریب شده که برای یه بمب هسته ای تولید بمب هسته ای میدونن که داریم، ولی اون چیزی که باز به اصطلاح ما باعث شده بود اون فتوای رهبریه که فرمودن که ما سلاح هسته ای تولید نمی کنیم و حرام دونستن. ولی شاید تو این بحث شورای عالی امنیت ملی به این چه برسه، با توجهی که طرف ما یک کشور هسته ایه و چه بسا بخوان یه بازرگانی ایجاد بکنن در حد بازرگانی، به نظرم منم اینجا تایید میکنم که علارغمی که نمیشه استفاده کنی، علارغمی که جز سلاحای بکار گیرنده نیست، ولی برای بازرگانی ایجاد بکنه. حتی میگم ما قدرت بازرگانیمون از سلاح هسته‌ای بالاتره، اینو واقعا دارم میگم. یعنی اینا نه بر مبنای حالا او عرق ملی میگم، نه این نیست. ما آیه علی شایی، ما شاید اینو به شما بگم که ما اون چیزی که شما تا حالا دیدید و مردم دیدن بخش آشکار قدرت ماست، یعنی بخش پنهانش هیچ که خبر نداره. من اعتقاد دارم با عنوان یه مطلع که این سر کوه یخه، هر چی تا حالا دیدن، یعنی اگه دیدن شما دیدن که به اصطلاح 200 تا موشک با هم شیلی شده که توی دنیا بی سابقه است، 200 تا موشک با هم توی زمان محدود شیلی کردن، این کار هر کسی نیست. یه قدرت فوق‌العاده میخواد. خب من میخوام یه همه اینه که شما تا حالا دیدید، پهپادمون دیدید، هر چی شما دیدید، این بخشی از قدرته. بعضی قدرت آشکارمون تازه، قدرت پنهان ما گذاشتیم برای روز مبادا و هیچ کشوری مشت خودش خالی نمیکنه. خب ما یه سری تجهیزاتی داریم که من دارم به شما میگم از هسته‌ای خیلی بالاتره. یعنی شاید این نمایندگان محترم مجلس که شما درخواست به حقی باشه، شاید اونا رو نمیدونن، چون اونا رو هر کسی نمیدونه، اون فقط یه سری اطلاعات سری و به کلی سریه اونها. اون چیزایی شاید ما هم نمیتونیم بگیم خیلی چیزاش. اینا اون روز مبادا مشخص میشه. یعنی اگر یه روزی جنگ مستقیم اتفاق بیفته یا امریکایی بیان مستقیم وارد بشن، اون موقع میتونن بفهمن. من فقط یه اشاره کنم، یه شاید کد بهتون بدم، یه کدی بهتون بدم که اینو میشه گفت. شما فکر کنید تو زمانی که ترامپ میخواست صدور نفت ما رو به صفر رسونه، چند عملیات تاکتیکی اتفاق افتاد. نمیخوام بگم کی انجام داده ها، فقط میخوام ذهنتون برم. شما یهودی 5 تا نفتکش توی بندر فجیره منفجر شد. شما یه لحظه فکر نکنید این با چی منفجر شده؟ ببین من میخوام بگم، شما فکر کنید توی بندره، یه وقت میبینی آقا توی دریاست، مثلا فرض کن یه زیردریایی مثلا یه اژدهایی رفته خورده بهش، یا فکر کنید تو دریاست مثلا فرض کن قایقای توپدار و قایقای ناشناس رفتن زدنش، یا فکر کنید پهپاد رفته زدتش. آقا تو بندر فجیره است، امنیتی ترین بندرشه تقریبا،
چطور این 5 تا خورد نفهم در کجا هم خورده، اصلا نمیدونم در کجا خورده. شما اینو داشته باش. دوم این بس، شما دو تا دفکش هم با تو دریای عمان مورد حمله قرار گرفت. بله. یادتون باشه زمانی که دقیقاً نخست وزیر ژاپن فرستاده ترامپ شده بود اومده بود ایران، اتفاقا دو تا نفکش هم ژاپنی بود. حالا تو بحث فجایعی که گفتین، بمب الکترومغناطیسی یا بمب، حالا همین رو می‌خوام اون رو نمی‌خوام بگیم دیگه. ببین من یه بخشیشه میگم نمی‌دونیم، حالا می‌خوام بگیم شما فکر کنید سلاح غیبی، یعنی ممکن بمب هیدروژنی باشه. ببین یه چیز، حالا یه سری چیزا هست دیگه، ببین اینا رو اونا میتونن تحلیل کنن. ببین حالا اونا که اصلا نتونستن بفهمن کی بوده اولش، یعنی حتی ممکن لیزر هم باشه. همو دارم میگم، حالا شما میگم اصلا این سوال با باشه، آخه با چی زده شده؟ آخه اگه ایبو که میمدن اثبات میکردن دیگه، اینا مدت پرونده تو سازمان ملل تشکیل دادن. آخرش امارات، اولش امارات اومد ما رو چی کرد؟ اومد در واقع ما رو عامل دونست، بعد تو سازمان ملل اونجا میخواد بره تو دادگاه میخواد بگه، خب باید ادله بیاره اثبات کنه. خب چه حسابی؟ فقط تونست به یه کاری دولت بوده، همین. حالا نکته دیگه ای که بایستی بدونید اینه که من چندی پیش در رابطه با خبرگان و رهبری و جانشینی خامنه‌ای که صحبت کردم و اینکه این فرزندش رو دارن میذارن کنار میخوان کسی دیگه رو بیارن اینا، امروز با شرایطی که به وجود اومده من اسم میرباقرینا رو آوردم، کسی رو با نام میرباقری. حالا محمد مهدی میرباقری اومده خودش رو صحنه، این عضو مجلس خبرگان هست، اینم حتما دیدید شنیدید و دوباره ببینید، خیلی مهمه چون برنامه هفته یه بار هست و خیلی موارد در همین یه ساعت دیگه فردا منتشر میشه، ولی خب شما تو شبکه‌های اجتماعی اینا رو دیدید و میبینید، و ولی بازتابش و تکرارش مفیده که بدونید که انجمن حجتیه و مهدویه که دیگه معرف حضورتون هست و جبهه پایداری که با اون نامرن داره کار میکنه، که اینا همه اطرافیان خوده ولایت فقیه هستند و قدرت های کلیدی در دستشون هست و همه این سرکوب هایی که میبینید انجام میشه برای دو لاخ مو و یک سینه زنی و یه فلان، اینا کار این هاست. تمامی جهل و خرافه و جنایت و شکنجه و عذابی که میبینید اعمال میشه برای عنصر ایرانی، کار این هاست، کار این هاست. و به همین خاطر هست که شما بایستی آگاه باشید که اینها با اهداف جهانی که میخوان جنگ جهانی را بندازن اصلا یکی‌اند، مشترکند. مهدی و ایناشون بهانه است، صاحب زمان و عجل الله تعالی فرجه و مهدی بیا و اینا همه بهانه هایی است که شما را خر کنن و به همین منجلابی ببرن که آماده کرده دارن. اینا میگه 40,000 تا 500 یک من میگه نصف عالمم کشته بشن اصلا مسئله نیست آقا براش. حالا شما ببینید بچه خود این رو یه سوزن کسی بهش میزد بزنه، بچه شو همین میرباقری رو، بچه خودش رو بیارید ببینید یک سیدیه که میتونه بهش بزنه، میگه نصف عالم هم از بین بره ایرادی نداره. نزدیک میشیم سطح درگیری اشتداد پیدا میکنه، ما بخوایم یا نخواهیم. الان ببینید اسم جامعه رو نمیترسونیم که نه 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 اصلا بس ترسوندن نیست، بس واقعیت های عالمه. ما اگه تو خواب غفلت باشیم ما رو دور میزنن، هضم میکنن. یعنی الان 42,000 نفر کشته شدن، بیشتر از اینا هم بشه نصف عالم کشته بشن. امام یه موقعی میفهمودن گیرم که ابرقدرت ها همه ما بسیجای دنیا اسلامو به دار بکشن و همه زنان ما هم به اسارت بیارن، برای رسیدن به مقصد میارزه. توهمه که ما خیال کنیم میتونیم با پیوستن به نظام جهانی اقتصاد خودمون نجات بدیم. خب داره نقشه میکشه و اصلا بابش به نظرم همین فهمش از آغاز. ما باید در خطبه های جمعه از افغانستان تا یمن، از ایران تا فلسطین متحد بشیم. خب مهربان یاران گرامی، نکته ها بسیار هست و خوشبختانه با شبکه های اجتماعی که امروز موجود هست همه چیز پراکنده میشه، ولی یک توصیه که من به شما میکنم اون توصیه اینه که شما تیک تاک رو وقتی فرزندانتون میبینن بایستی بهشون آگاهی بدید که همه چیزش درست نیست، مثل که رسانه های دیگه هم همینطوره، شبکه های دیگه هم همینطوره، ولی روی تیک تاک بیشتر این دست بریکس هست، یعنی نیروهای اسلامی تو اون زیاد نفوذ دارن، چون الان اسلام
درسته که خود اینها میگفتن اسلام همون دوگانگی ها، همون سنویت، دوگانگی قدرت که هست، اسلام رو هم شرق ازش استفاده میکنه هم غرب، یعنی هم قدرت جهانی گلوبالیست گورگ سایروس ازش استفاده میکنه و همین قدرت جهانی اینوری که روس و چین و تمام جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی هستن ازش استفاده میکنن. و همین خاطر بعد این خب مسلما همیشه هم بوده، دو تا برداشت، دو تا تفکر، دو تا اندیشه که یکی از کتابهای من در 45 سال پیش بود، اجتهاد، نوپردازی در اندیشه، فقاهت، ایستایی در عقیده، تا امروز پایبند باید بهش باشید و بنادی. حتی ادیان همچنان که فرقه های مختلفی دارن نگرششون به هستی هم متفاوت هست، نگرش تند و خشن و چه دارن، نگرش انسانگرایی مثل همه چیزا. شما ببینید مثلا مسیحیت کاتولیک داره، ارتدوکس داره، پروتستان داره، تقسیم شده است. ادیان دیگه همینطور، حتی بودایی رو در نظر بگیرید، بودایی های مختلفی هست که مال تیبه هست، مال بخشی در چین هستن، هست توی ژاپن دارین، تو تایلند دارین، اینا همه نگرشاشون و دیدهاشون بسی فرق. حالا این نگاه هست در هستی و ادیان به گونه است که همین دوگانگی، یعنی دو نوع برداشت و دو نوع قدرت از یک نام و از یک چیز وجود داره. خب تیک تاک الان بیشتر توی اون زمین است، یعنی توی زمینه شرقی و کور انقلابی داره راه میره. باید بچهاتون رو که اونجا هستن رو بهشون آگاهی بدید، خردورزی رو بهشون یاد بدید و به ویژه این جنگ فلسطین که جنگ استعماریست آفریده و اصلا فقط به خاطر اینه که یهودی ها 75 سال پیش مبارزه مسلحانه کردن و انگلستان که تسلط داشت بر فلسطین اینا ازش گرفتن و اسرائیل رو ساختن و بعد حالا با داخل خودشون اونا یه بحث جداست. بحث اصلی اینه که اون شما ببینید برای یه جزیره کوچک
و یا جزایر کوچک چقدر زشت تو دنیا دعواست. همین سه تا جزیره ما که مال ماست تاریخ هست، اصلا خودی امارات هایی که دوربر بوده، حتی خود عربستان سعودی، اینا بر اساس تورات، بر اساس عهد عتیق، اینا 140 تا کشور زیر پوشش ایران آریایی بودن قدیم. الان شما ببینید دعواست، یا تایوان رون جزیرهاش دعواست، یا اینور در جریان جنگ خوک ها با کوبا آمریکا داشت دعوا سر یه جزیره است، دعوا سر یه جزایر و جایگاه های کوچک در هستی همیشه بوده. حالا چه برسه منطقه حساسی مثل غزه و اصلا هم فلسطین، شما در نظر بگیرید اصلا خود اردن هم فلسطین محسوب میشده، اردن چون درش مشکلی ندارن و و غیره، اونجا چون اسرائیل ساخته شده و بعد قدرت این رم نداره انگلستان که خودش علنا بیاد مخالفت بکنه، ولی ببینید مسلمان ها رو ول میکنه اونجا، سینه بزنن، زنجیر بزنن، هر کار بخواد میکنن، حتی برن جلو شاهشون، به شاهشون توهین کنن که آقا تو شاه ما نیستی و و و، تا این حد بکنن که از نظر سوق الجیشی و از نظر جغرافیای جهانی و استراتژیکشون اینها اونا رو داشته باشن. می‌پرسن که چی شده در سال‌های اخیر این طرف ها نسل‌های دوم، سوم، چهارم، حتی چهارم این بچه‌ها هم اکثرا وقتی می‌خوان موسیقی اجرا کنن آهنگ‌های زمان گذشته ما رو اجرا می‌کنن. جای بحثه، فقط یک نکته رو اینجا بهتون بگم، صدای زن، صدای خواننده زن که حذف شد مثل این که از غذا نمک و فلفل و چاشنی هست. سر بگذشته ارزشش بیش است. پاک کن چهره حافظ ز سر زوف به عشق، ورنه این سیل دمادم ببرد. یک نقل قولی که شاهرخ نادری از قول تمام هنرمندان میگفت که استاد بیداد کیایی در مثلا بزرگواری و تربیت و و رفتار نمونه هستن و تمام هنرمندان با آقای کیایی بودن در جاهای مختلفی. آقای کیایی تنها هنرمندی هستن که تقریبا با تمام خوانندگان ایران ساز دارن. مهربان یاران، با سپاس از مهرتون، از برادر مهربانم مهندس امیر شجره دبیرکل این تلویزیون سپاس گذارم، از بانو مرجان عزیز سپاس گذارم، خسته نباشید بهش میگم، و از کارگردان برنامه آقای شهرتی بسیار سپاس گذارم. با بوس و مهر تا برنامه دیگر، بدرود. به 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 سلام بندر برم پویانت بر این دراهی بیر
گل ساو بر ما نظر کن تا رهیم زین گمراهی دوست ساو و گل ساو دستم بگیر و رایم کن براهی دوست ساو و گل ساو یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درو نگو شعر بگو سرو نگو شد بگو سپاس ولی مقصد همه ها اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله جسم علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چیره دار سباب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده تکسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط میشه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم.